ببین، میدونی که ترس نشونه عدم وجود ایمانه؟ میدونی نه ایمان به این که حتما باید خدا رو بشناسی، نماز بخونی یا کارهای دینی انجام بدی، یا ایمان یعنی باور به خودت، باور به هر چیزی که درون توه و بهش اعتقاد داری. ایمان یعنی به هر فکری که در خودت ایجاد کردی باور داشته باشی. ایمان یعنی کاری رو انجام بدی ترس توش نباشه. ترس وقتی به وجود میاد که تو این ایمانه رو نداشته باشی. ایمان به این که میتونی یه کاری رو انجام بدی و هیچ اتفاق بدی برات نیفته. ایمان به این که میدونی هر اتفاقی برات بیفته به نفع تو. ایمان یعنی وقتی یه چیزی به دلت میفته که انجامش بدی بدون هیچ حساب و کتابی بری سراغش. این یعنی ایمان. اگر ایمان نباشه، ترس همه اون چیز رو که میتونه باعث پویا شدن تو باشه، باعث سعادتمندتر شدن تو باشه، از تو میگیره. تو میتونی ترساتو خورد کنی، بری تو دلش، قلم و کاغذ بردار، ترساتو خورد کن، روی کاغذ ترساتو بنویس، لیستشون کن و بعد از خودت در مورد اونها سوال بپرس. اگه از این میترسم چرا میترسم؟ میترسم چه اتفاقی بیفته؟ میترسم فلان اتفاق بیفته. خب فلان اتفاق افتاد چی میشه؟ چیه؟ همین جور ادامه بده، جایی پیش برو که برسی به این نکته کلیدی. اونم ریشه اون ترس درونت. هر وقت ریشه اون ترس رو پیدا بکنی به راحتی میتونی اونو درمان کنی و از بین ببری. نذاری دیگه توی زندگیت به وجود بیاد. ریشه ترس میتونه خیلی چیزای بی ربطی باشه نسبت به اون ترس. رو فکرش هم نمی‌کنی. مثلا ترس از ارتفاع. شاید دلیلش تنهایی باشه. مثلا ترس از دست دادن عزیزی، از کم ارزش دونستن خودمون بیاد. ترساتو بنویس، لیستشون کن، خوردشون مرسی کن. مرسی آمبولانس. یه قلم و کاغذ بردار و ترس ها تو توش لیست و توی همون لیست دونه بدونه بشینه خوردشون کن، سوال بنویس و جوابهات هم کنارش بنویس. در نهایت تا جایی سوال و جوابو پیش حتی شاید چندین صفحه تو باید بنویسی، بنویسشون بعد ادامه بده تا برسی به اون نکته کلیدی که در نهایت همه این سوال ها پیداش میکنی. مطمئنم هر جا که تونستی با ترسات روبرو بشی و این لیست و این تکنیک کمکت کرد، خبرم کن و بهم بگو. من خیلی خوشحال میشم تویی که در این ویدیو رو میبینی وجود تو مفید باشه و یک جایی درد زندگی تو و شخصیت تو و آرامش تو بخوره. بس لطفاً به من بگو تا منم انرژی بیشتری بگیرم و بتونم ویدیوهای بیشتری رو درست بکنم.